سلام گرم من به شما کاربران عزیز حاضر در اتاق تلگرامی اتحاد چپ. دیروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. ما در چند برنامه گذشته سعی کردیم موضوع خشونت به طور کلی و به خصوص علیه زنان و کودکان رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امروز هم از رفیق فرزانه عظیمی عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق دعوت کردیم تا در این برنامه پرسش و پاسخ مهمان برنامه ما باشند و درباره خشونت علیه زنان و کودکان باز هم گفتگو کنیم. این روزها که تحریم‌های کمرشکن آمریکا، ناکارآمدی حکومت اسلامی و بی‌سیاستی برای رفع این تحریم‌ها و همچنین مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و باز هم ناکارآمدی حکومت در مهار و کنترل این بیماری، تحمیل فشار اقتصادی به خانواده‌ها را چند برابر کرده و بستر مناسبی برای رشد بیش از پیش خشونت مردم علیه همدیگه و خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بیشتر مهیا شده، بنابراین اهمیت داره که ما بیشتر در این مورد صحبت کنیم، بیشتر بخونیم، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بدونیم و احتمالاً در رفتارهامون تجدید نظر کنیم. من صحبت‌های اولیه رفیق فرزانه رو پخش می‌کنم و بعد برنامه رو به صورت پرسش و پاسخ مثل همیشه ادامه می‌دیم. امیدوارم با طرح پرسش‌های از جانب شما این موضوع از جنبه‌های گوناگون مورد بحث قرار بگیره و آسیب‌پذیری زنان و کودکان در اقوام مختلف در میان مهاجرین افغانستانی در مناطق روستایی، مثلا دگرباشان جنسی، خشونت علیه کودکان در مدارس و غیره مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. پس به صحبت‌های رفیق فرزانه گوش می‌کنیم. لطفاً از بارگذاری مطالب غیر مرتبط در طول برنامه خودداری کنید. متشکرم. سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر برابر با 4 یا 5 آذر ماه رو روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده. همینطور 19 ماه نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه کودکان ثبت شده. حقوق زنان و کودکان بخشی از حقوق بشره. این روزها برای مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی در حوزه حقوق زنان و کودکان مناسبتی برای ابراز و اعلام اعتراض و انزجارشون به تمام جنبه‌های آزار و خشونت آشکار و پنهان که علیه زنان و کودکان اعمال میشه. خشونت علیه زنان و کودکان به اشکال مختلف فیزیکی و روحی و روانی در مورد اونها اعمال میشه. نمونه‌های از این خشونت‌ها عبارتند از تجاوز جنسی به زنان و کودکان، ازدواج اجباری زنان و کودکان، خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، وادار کردن زنان و کودکان به تنفروشی، قتل‌های ناموسی زنان و دختران و بالاخره سنگسار و اسیدپاشی که همگی اونها نتایج تبعیض علیه زنان و کودکان و قوانین نابرابر و عدم رعایت حقوق اونهاست که در موارد زیادی هم در کشورهایی مثل کشور ما از طریق قوانین تبعیض آمیز که بر پایه مذهب تعیین شدن تشدید و گسترش پیدا میکنه. گرچه به دلیل عدم ثبت بسیاری از خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان و کودکان در سطح جهان آمار دقیقی از میزان این خشونت‌ها در دست نیست و آمار ثبت شده هم فقط گوشه‌هایی از عمق فاجعه را عیان می‌کنه، اما نگاهی به همین آمار موجود جهانی خشونت علیه زنان و کودکان رو
بیشتر آشکار میکنه و اهمیت روزهایی که به این مناسبت ها در واقع در سطح جهان اعلام شدن رو بیشتر یادآوری میکنه و اینکه مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان و کودکان هنوز که هنوز راهی دراز داره تا به نتایج بسیار مثبت و قابل قبول برسه. بر اساس آمار بهداشت جهانی در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیره. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای زیربط، حداقل 120 میلیون زن و دختر در جهان یک بار در زندگی خودشون مورد تجاوز جنسی یا اعمال جنسی همراه با اجبار و زور قرار گرفتن. تخمین زده میشه که در مجموع سالانه 5000 نفر در جهان در اثر قتل‌های ناموسی جان خودشون رو از دست میدن و نیم تا 2 میلیون زن مجبور به تنفروشی میشن. همچنین در رابطه با کودکان، از میان هر 4 کودک در جهان یک نفرشون قربانی شکنجه و آزار میشه و کودکان معلول متاسفانه 4 برابر بیشتر از کودکان دیگر در معرض چنین خشونتهایی هستند. 3/4 کودکان 2 تا 4 ساله، یعنی حدود 300 میلیون کودک در جهان، زیر فشار شکنجه جسمی، روحی و روانی هستند. و خیلی شوک‌برانگیزه که بدونیم در هر 7 دقیقه یک کودک جان خودش رو در زنجیره خشونت از دست میده. و بالاخره حدود 1,700,000,000 کودک در طول یک سال نوعی از سوء رفتار و خشونت رو تجربه می کند. گزارش ها و اخبار اخیر حاکی از اونه که با شیوع کرونا و خانه نشین شدن زنان و کودکان، متاسفانه این خشونت ها تعمیق و گسترش هرچه بیشتری پیدا کرده. طبعا انواع خشونت در جهان نسبت به زنان و کودکان، همونجور که مثال‌هایی رو در اون مورد برشمردم، خیلی زیاده و در وقت کوتاه نمیشه خیلی عمیق به مجموعه اونها رسیدگی کرد یا اونها رو تجزیه تحلیل کرد. اما در این موقعیت که به خصوص کرونا همچنان در جهان قربانی میگیره هر روز و متاسفانه در کشور ما بیش از طبق آمار رسمی، البته بیش از 450 نفر در حال حاضر جون خودشون از دست میدن که البته آمار غیر رسمی بیش از اینها هم هست، این تبعات خشونت خانگی علیه زنان و کودکان هرچه بیشتر خودشون نشون میده. به خصوص که بحران کرونا بحران اقتصادی رو در کشور ما هرچه بیشتر حاد کرده، موج بیکاری رو خیلی بیشتر کرده. خیلی از کسانی که حداقل یک کار کوچیکی که داشتن به خاطر کرونا اون کارهاشون از دست دادن و خانه نشین شدن و شرایط استرس و ناامنی اقتصادی یک مزید بر علت شده که باعث بشه خشونت در خانواده خیلی عمیق‌تر بشه، چه از طرف مردان نسبت به زنان، چه نسبت به کودکانشون، و حتی در مواردی خشونتی که از طرف زنان هم از طرف مادران هم نسبت به کودکانشون دیده میشه، که به هر حال بخشی از همه اینها ناشی از مجموعه فشارهای تحمیلی در این شرایط بسیار ناهنجاره. در کنار زنانی که در خونه مورد این خشونت ها قرار میگیرن، کسانی هم که مجبور میشن تو این شرایط به کار بیرون از خونه بپردازن مورد خشونت های بیش از گذشته در واقع قرار میگیرن. در این مورد به خصوص کودکان کار که توی این شرایط مجبورن به بیرون از خونه برن و در واقع به پدر و مادرشون به لحاظ مالی بتونن یک کمک محدودی بکنن، بیش از هر زمان دیگه تحت خشونت قرار میگیرن. خیلی از اونها به خاطر قوانینی که برای جلوگیری از گسترش کرونا هست در واقع از خیابونها جمع میشن،
اما به مکانهایی غیر امن در واقع برده میشن، جایی که برای کودکان به هیچ وجه مناسب نیست. و امروز زباله گردی و کار کودکان در خیابونها یکی از به اصطلاح معمولی ترین انواع کارهایی که کودکان میکنند و این در واقع خودش بدترین نوع خشونت در حق این کودکانیه که در سنین کودکی حق برخورداری از یک زندگی آرام و تحصیلات رو در واقع دارند. یعنی کار اونها در بیرون خیلی وقتا مانع از این میشه که حتی بتونن به تحصیلشون ادامه بدن، گرچه بخشی از اونها در کنار یک شیفت کاری که میکنن میرن و تحصیلشون هم در شیفت دیگه ادامه میدن. ولی خب میتونیم بفهمیم برای کودکی که باید ساعتها در بیرون از خونه در بدترین شرایط با دستمزد بسیار پایین و معمولا شرایط بسیار خشونتبار کار بکنه، حتی اگر به مدرسه هم بره بازدهی یادگیریش بسیار اندکه. و خب توی شرایطی که وضعیت اقتصادی خانواده های این کودکان هم هرچه بدتر میشه، امکان دستیابی اونها به امکانات تحصیلی از جمله در حال حاضر امکاناتی که بتونن دروسشون رو از طریق مجازی یاد بگیرن بسیار بسیار کمتر میشه. در این روزها متاسفانه شاهد چندین مورد خودکشی کودکانی بودیم که به خاطر عدم دسترسی به یک لپتاپ یا تلفن همراه یا وسیله‌ای که به هر حال بتونن از طریق اون تحصیلشون رو ادامه بدن و همراه با سایر همکلاسی‌هاشون بتونن از آموزش روزانه بهره‌مند بشن رو شاهد بودیم. در این میان نابرابری در رابطه با دانش آموزان دختر هرچه بیشتر خودش رو آشکار میکنه. سالهای سال بود که در عرصه بین‌المللی تلاش میشد که شکافی که بین دخترانی که امکانات تحصیلی رو دارن و پسرانی که امکانات تحصیلی دارن هرچه کمتر بشه و دختران بیشتری بتونن به مدارس راه پیدا کنن. ولی اخیراً با مسئله پاندمی کرونا و مشکلاتی که برای تمام دانش آموزان در سطح جهان در رابطه با رفتن به مدرسه پیدا شده، در واقع این ترس وجود داره که حدود 11 میلیون نفر از دختران دانش آموز نتونن بعد از این دوباره به مدارس برگردن. خب همونطور که میدونیم در خیلی از جاها حضور دانش آموزان دختر در مدارس با مشکلات بسیاری همراه است و وقتی که اونها خانه نشین بشن امکان برگشتشون گاهن بسیار مشکل یا اصلا امکان پذیر نیست، به این دلیل که به خصوص در کشورهایی مثل ایران یا کشورهای همسایه که بسیاری از دختران در سنین کوچکتر و نوجوانی در سنین کودکی در واقع به ازدواج‌های اجباری با دیگران مجبور میشن، اینکه این خونه نشینشون بتونه برای همیشه امکان تحصیل اونها رو از بین ببره، اونها رو در واقع به ازدواج‌های اجباری و کودک همسری سوق بده خیلی خیلی بیشتره. و به همین جهت تو این زمینه هم میبینیم که در واقع این تبعیض هرچه بیشتر در رابطه با کودکان دختری که اعمال میشه. این بی‌عدالتی ها و خشونت هایی که علیه زنان و کودکان میشه در عمل خودش باعث میشه که این چرخه خشونت و نابرابری و تبعیض مدام ادامه پیدا بکنه. همین کودکانی که در سنین کودکی امکان این رو ندارن که تحصیل بکنن و بتونن در آینده به مشاغلی دست پیدا کنن که به هر حال حداقل زندگیشون تامین بشه، همین ها هستن که فردا در خیابان ها به دنبال یک لقمه نون در واقع خواهند بود. و بسیاری از اونها رو ما میبینیم که بسیاری از همین دختران جوان، زنان جوان امروزه در خیابانها حتی مجبور به خودفروشی میشن و بعد هم بچه هایی که میبینیم به دنیا میارن و بچه های خودشون رو به خاطر شرایط فلاکتبار اقتصادی از یک سو
و از سوی دیگر به دلیل عدم آگاهیشون میفروشن و خب این هم از فجایعیه که متاسفانه در اثر حضور قوانین نابرابر، عدم امنیت اجتماعی، عدم پشتیبانی اجتماعی از کسانی که در معرض فقر و بدترین شرایط اقتصادی هستن از سوی دولت و حکومت هرچه بیشتر میشه. در رابطه با کودکان کار هم خب ما میبینیم که دولت در طول سالهای سال که با این پدیده مواجه بوده هرگز تلاشی نکرده که بتونه واقعا این مسئله رو حل کنه، بلکه تلاش هایی هم که صورت گرفته یا طرحهایی مثل طرح حمایت از کودکان کار، به اصطلاح حمایت از کودکان کار که به اصطلاح بیرون اومده، در واقع نتونسته این پدیده رو حل کنه، بلکه بیشتر تلاشش جمع کردن کودکان از سطح خیابان ها بوده برای اینکه ظاهر شهر به اصطلاح زیباتر به نظر برسه، اون چهره بسیار عریان فقر از طریق این کودکان خیابانی در خیابان ها ظاهر نشه. اون چه که مهمه برای مبارزه با این خشونت و انواع تبعیض ها علیه زنان و کودکان، اگر که از طرف دولت قوانین مخصوص برای پشتیبانی از اونها در واقع وضع نشه، هیچ امکانی برای از بین بردن این شرایط نابهنجار وجود نخواهد داشت. درسته که در کشور ما بسیاری از کانونهای به اصطلاح غیر انتفاعی کمک میکنن، تلاش میکنن که از حقوق زنان و کودکان دفاع کنن، اما این در واقع یک قطره در رابطه با این به اصطلاح نیازیه که برای این مسئله در جامعه ما احساس میشه و تنها با همیاری نهادهای مدنی مشکلی به این وسعت و با این حد از عمق قابل حل نیست. تجربه جهانی نشون میده که اصلاح قوانین و وضع قوانین حمایتگرانه از زنان نقشی تعیین کننده داره در این که هم خشونت علیه زنان و کودکان کاهش پیدا بکنه و همین که رفتارهای اجتماعی به تدریج تغییر بکنه. گرچه این قوانین در کوتاه مدت و به خودی خود باعث این تغییرات نمیشن، اما به تدریج میتونن باعث بشن که امنیت کافی برای زنان و کودکان در جامعه به وجود بیاد و نهادهایی که بتونن این حمایت ها رو عملی کنن هم با اون شکل بگیره. از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی خانه های امن برای زنان درست شده که در مواردی که اونها مورد خشونت واقع میشن میتونن به اون خانه ها پناه ببرن. در لندن یا انگلستان پس از بالا گرفتن بحران کرونا حتی پروژه هایی اجرا میشه که مثلا زن هایی که مورد خشونت قرار گرفتن و میخوان از خونه شون بیرون بیان و به جای پناه ببرن، حتی برای سوار شدن به قطار احتیاج به بلیط هم ندارن. در بسیاری از کشورها تلفن هایی هست که وقتی زنانی مورد آزار جنسی یا خشونت واقع میشن میتونن به اون تلفن ها تلفن بزنن و مشاوره بگیرن و بدونن که با این مسئله چجوری برخورد کنن. و خب در رابطه با کودکان هم در بسیاری از مدارس به اونها آموزش داده میشه که در رابطه با رفتارهای خشونت آمیز یا به اصطلاح آزار جنسی اینها رو گزارش بدن به اولیای مدرسه و در مقابلشون سکوت نکنن. بنابراین حتی در خانواده هایی هم که نسبت به کودکان خشونت اعمال میشه، اون بچه ها رو از اون خانواده ها میگیرن و به سازمان هایی میسپرن که بچه ها بتونن در آرامش به اصطلاح به زندگی کودکی خودشون ادامه بدن، تحصیلاتشون رو بکنن و در آینده شانس برابر با سایر کودکان رو داشته باشن. بنابراین در ایران هم خیلی مهمه که اولا قوانین مردسالاری که در حال حاضر از نابرابری
علیه زنان و کودکان دفاع میکنه کنار بره و لغو بشه، از جمله اینکه حتی به پدران حق کشتن فرزندشون رو میده و اونها رو صاحب فرزندانشون میدونه، یا به شوهران در مواردی که به اصطلاح قتل‌های ناموسی صورت میگیره اونها رو فقط به دادن یک جریمه نقدی در واقع مجبور میکنه، اگر که حتی این کار انجام بشه در عمل. ما خیلی وقتا میبینیم که دادگاه حتی این جریمه های نقدی رو هم در واقع در علیه مردها به اصطلاح وضع نمیکنه و اونها رو میبخشه و در همون چهارچوب قوانین اسلامی این رو از حقوق مردان میتونه که در رابطه با زن یا فرزندشون چنین تصمیمی رو بگیرن. بنابراین یکی از گام ها از بین بردن این قوانین مردسالاره و گام دوم وضع قوانینی که بتونه این خشونت علیه زنان و کودکان رو در واقع امکان پذیر نکنه و تن دادن به اصطلاح مقابل نامه های بین المللی که در حمایت از حقوق زنان و کودکانه میتونه از گام های بعدی باشه. سوال شده که چرا در مورد خشونت علیه انسان های رنگین کمان، گی، ترنس و غیره کمتر صحبت میشه در صورتی که این انسان ها دچار خشونت های مضاعف هستند؟ این کاملا درسته. متاسفانه نه فقط در کشور ما بلکه در سطح جهان این انسان ها سالهای سال بود که در واقع حتی مجبور بودن که هویت جنسی خودشون رو مخفی کنن از ترس تحقیرهایی که علیه اونا انجام میشد، خشونتهایی که علیهشون انجام میشد، اذیتهایی که میشد، گاهن حتی از خانوادهشون طرد میشدن، از شغلشون محروم میشدن و غیره. اما از سال 2005 در واقع این روز 17 می اول برای هوموسکسوئل ها و بعدا برای تمام ترنس بی یا اینترسکسوئل ها روزی شد که در واقع بیان و اعتراض خودشونو به نابرابری و خشونت هایی که علیهشون میشه نشون بدن. و احتمالا میدونید که این مسئله تا سالها به عنوان یک بیماری محسوب میشد، اما از سال 2018 در واقع سازمان بهداشت جهانی WHO تصمیم گرفت که این رو به عنوان یک مریضی در واقع در نظر نگیره، بلکه به عنوان یک نوع تعلق جنسیتی در نظر بگیره. و خب ما باید تلاش کنیم، البته نه فقط در روز 17 می که به این مناسبت هست، بلکه هر امکانی رو که پیدا می‌کنیم استفاده بکنیم تا بتونیم علیه خشونت علیه این بخش از انسان‌ها هم که قاعدتاً باید حقوق برابر با سایر انسان‌ها داشته باشن، حالا چه زن باشن چه مرد باشن چه دو جنسیتی باشن، مبارزه بکنیم. سوال شده که چرا خیلی از زنان در برابر خشونت سکوت می‌کنن؟ خب این میتونه دلایل بسیار متعددی داشته باشه که من میتونم فقط به چند تا از اونها در اینجا اشاره کنم. یکی این که بعضی ها اصلا معتقد نیستن که باید علیه این خشونت ها اعتراض بکنن، برای اینکه در سنت و فرهنگی که تربیت شدن و بزرگ شدن از اول بهشون اینجوری یاد دادن که در واقع زن باید مطیع باشه هرچی که بهش گفته میشه، به خصوص از طرف بزرگترها، از طرف مرد اطاعت کنه و غیره. و خب اصلا توی به اصطلاح فرهنگشون این که غیر از سکوت کار دیگه ای بکنن شناخته شده نیست. بعضی از زنها به خاطر ترس این کارو میکنن، سکوت میکنن. مثلا اگر محل کارشون نسبت بهشون خشونت انجام بشه، یا از طرف حتی دوستاشون از ترس این که مثلا کارشون از دست بدن، یا دوستاشون و نزدیکانشون رو از دست بدن، یا حتی از ترس این که مبادا اونها رو ناراحت کنن، در مقابل این خشونت ها سکوت میکنن. و بعضی ها هم که خب وابستگی های اقتصادی دارن، زنانی که تحت خشونت شوهرشون هستن اکثرا به دلیل وابستگی های اقتصادی سکوت میکنن، میترسن که اگر در برابر خشونت شوهرشون قد علم بکنن منجر به جدایی بشه، یا اینکه این به اصطلاح
محیط گرم خونه رو به خصوص وقتی که صاحب فرزند هم باشن از دست بدن، فرزندانشون بی سرپرست بمونن و غیره. بنابراین دلایل بسیار زیادی رو میشه برای این امر شمرد، منتها خب اون چیزی که این زنها شاید نمیدونن تجربه‌ایه که در برابر خشونت وقتی که سکوت نکنند چه اتفاقی میفته. خیلی وقتا اون کسی هم که خشونت میکنه متوجه در واقع خشونت خودش نیست، یا اینکه ابعاد و تاثیرات اون رو نمیفهمه و اتفاقا سکوت نکردن و مقابله کردن با این خشونت میتونه در اون کسی هم که خودش این خشونت رو اعمال میکنه یک تغییر فکری به وجود بیاره، به فکر وادارش کنه یا به تغییر رفتارش حتی منجر بشه. بنابراین میشه توصیه کرد به زنانی که سکوت میکنن که حتما تغییر رفتار بدن و بدونن که با تغییر رفتارشون میتونن این چرخه خشونت رو یک جایی ببندن. سوال شده که به عنوان حزب چپ چه برنامه هایی برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان میتوان داشت؟ خب طبیعیه که این برنامه هایی که برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان میشه پیشنهاد کرد، خیلی از اونها در بسیاری از کشورها تجربه شده و نتایج بسیار مثبت به بار آورده. بنابراین ما حتی به عنوان حزب چپ لازم نیست که خیلی چیزها رو جدید پیدا کنیم، بلکه میتونیم به طور مشخص از گام‌های شروع کنیم که در بسیاری از کشورها جاری شده و پاسخ داده. از جمله همونجور که در صحبت‌های اولم گفتم، مهمترین چیز اینه که به لحاظ قانونی ما خواستار این بشیم که تمام کنونسیون‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق برابر زنان و کودکان و در مبارزه با خشونت علیه اونها از طرف حکومت و دولت پذیرفته بشه. این اولین قدم مهمه. قدم دوم آموزش‌هایی که هم برای کسانی که این خشونت رو روا می‌کنن باید در نظر گرفته بشه و هم در سطح مدارس از همون کودکی به کودکان آموزش داده بشه که هم خودشون اجازه ندن علیهشون چنین خشونت‌هایی انجام بشه و اگر دیدن اون رو حتما گزارش بدن، و همین که بهشون یاد داده بشه که خودشون هم علیه هیچ کسی خشونت روا نکنن. و بعدش در جایی که به اصطلاح این خشونت‌ها روا میشه حتما باید خونه‌های امن برای زنان و کودکان تشکیل بشه، باید تلفن‌هایی برای تماس در زمانی که یک اتفاق خشونتبار میفته در دسترس همگان قرار بگیره و همه جا این تلفن‌ها به اصطلاح پخش بشه که مردم همه اطلاع داشته باشن و در شرایطی که واقعا ناگزیر هستن که دست به سوی کمک ببرن به این تلفن‌ها مراجعه کنن، از اونها کمک بخوان، مشاوره بگیرن و غیره. به هر حال تدابیر بسیار زیادی میشه در این زمینه ها داشت که خب همونجور که گفتم خیلی جاها اینا انجام شده و تاثیرات مثبتش رو گرفته و ما هم میتونیم بسیاری از اونها رو در کشور خودمون انجام بدیم. و خب یکی از مهمترین چیزا بالا بردن سواد آموزی، نه فقط سواد به معنای تحصیلات به اصطلاح معمولی، بلکه حتی سواد در رابطه با حقوق بشر. حتی بعضی از کشورها کلاسایی رو میذارن در رابطه با حقوق بشر توی به اصطلاح دانشگاه هاشون یا سطوح پایین تر، تا اینکه این رو به مردم معمولی هم به عنوان یک درس زندگی در واقع آموزش بدن و توی تربیت اونها موثر باشه. سوال شده که در موضوع خشونت علیه زنان و همینطور کودکان، متغیرهای از جنس جغرافیا و فرهنگ قومی بسیار تأثیر دارن، لطفا در این مورد توضیح دهید. البته من کاملا موافقم که حتما فرهنگ و جغرافیا معنیش، اگر اینطور معنی کنیم که مثلا آیا محیط شهری یا روستایی، حتما در میزان خشونت تأثیر داره. همونجور که سازمان بهداشت جهانی در مطالعه ابراز کرده، اصولا خشونت در مناطق روستایی علیه زنان بیشتر تا مناطق شهری. ولی خب به نظر من یک عامل دیگه هم که خیلی خیلی مهم هست مسئله اقتصادیه، و خب اون هم تا حدودی به مسئله فرهنگی و جغرافیایی میتونه گره بخوره.
از جمله در کشور ما اگر ببینید توی شهرهای به اصطلاح بزرگ شاید این میزان خشونت کمتر باشه، به خاطر اینکه خب زنان اونجا از سطح سواد بالاتری برخوردارن، اکثرا خودشون کار میکنن و درآمد مستقل دارن و غیره. ولی خب در مناطقی مثل کردستان ما میبینیم که، یا لورستان ما میبینیم که شاهد خشونت های خیلی بیشتری علیه زنان هستیم، به طوری که حتی بسیاری از زنان اونجا دست به خودکشی میزنن و آمار خودکشی ها بسیار بالاست در اون مناطق. و بنابراین در اونجاها هم خب اکثر زنهایی که هستن یا درآمد مستقل ندارن یا به هر حال مسائل فرهنگی و سنت ها طبعا اونجا فرق میکنه، تعصب بالاتره و این هم دست به دست هم میده که باعث بشه در واقع میزان خشونت فرق بکنه. البته خب در سطح جهان هم یک همچین چیزی وجود داره، در خیلی از کشورها که کلن وضعیت اقتصادی مردم باثبات‌تره و میزان فقر و مشکلات اقتصادی کمتره، مسئله خشونت هم کمتر عمل میکنه. در کشورهایی که فاصله شکاف بین فقیر و غنی در اونها کمتره ما شاهد کمترین میزان خشونت هستیم. مثلا اگه بخوام یک مثال بزنم، آماری که در سال 2002 سازمان بهداشت جهانی داده، در ژاپن فقط 15% زنان تحت خشونت قرار میگیرن، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در کشورهای اروپایی در همون زمان این درصد خیلی بالاتر بود. در کشورهایی مثل تایلند مثلا اون موقع 41% بود، در جاهایی مثل پرو 69% در مناطق روستاییش و 51% در مناطق شهریش بود. و خب در اروپا هم ما شاهد به اصطلاح این هستیم که گاهی حتی بیشتر زنان توسط شوهرانشون مورد خشونت قرار میگیرن. خب در ایران هم آماری که حدود سال 93 بیرون داده شده بود نشون میداد که 52% زنان ما دچار این خشونت ها هستن. و خب البته میشه تصور کرد که اولا این آمارها از اونجایی که دقیق نیست و همه خشونت ها ثبت نمیشه در عمل خیلی بیشتره، و به علاوه میشه تصور کرد که توی محیط های روستایی، توی شاید شهرهایی که به اصطلاح بیشتر مذهبی هستن، این آمار بالاتر باشه. همونجور که گفتم ما متاسفانه آمار دقیقی نداریم، بنابراین نمیتونیم خیلی به آمار توی کشورمون تکیه کنیم، ولی خب آمار جهانی هم اینو نشون میده که قطعا میزان خشونت به خیلی از مسائل از جمله مسائل جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی وابستگی داره. سوال شده که تشخیص زودهنگام خشونت مستمر در حق کودکان و مدیریت صحیح آن اهمیت بسزایی در جلوگیری از آسیب‌های بیشتر دارد. چه ابزاری برای این تشخیص و مدیریت در دست ما بزرگترها ممکن است موجود باشد؟ خب بستگی داره که این ما بزرگترها چه کسانی باشند. آیا مثلا مادر و پدر هستند، در خانواده هستند، یا خواهر برادر بزرگتر هستند، یا افراد نزدیک فامیل هستن مثل خاله و عمه و دایی و عمو، یا اینکه بزرگترهایی هستن که مثلا در مدرسه به عنوان معلم، مدیر و به هر حال کسانی که دانش آموزان باهاشون در ارتباط هستن بالا سر اونها هستن. طبعا قبل از هر چیز به عنوان پدر و مادر، به عنوان کسانی که به هر حال با بچه اولین تماس ها رو دارن و نزدیکترین شخص به بچه هستن، اینه که باید خیلی مراقب رفتار کودک باشیم و اگر تغییر در رفتارش دیدیم، مثلا گوشه نشینی، حالت های ترس، و حتی بعضی از بچه ها این رو با ادرارای شبانه نشون میدن که حالتشون دیگه عادی نیست، این رو دنبال کنیم و ببینیم تاثیرش، دلیلش چی بوده، یا اینکه خودمون میتونیم دلیلش رو پیدا کنیم، یا اگر نتونستیم حتما تلاش کنیم که با یک روانشناس تماس بگیریم و بچه رو ببریم پیشش تا بفهمیم علت این تغییر رفتار چیه. و بنابراین اگر که در مدرسه باشه، به همین ترتیب میتونن معلم یا اولیای مدرسه بچه ها رو همیشه سعی کنن که تحت نظر داشته باشن و تغییر رفتار اونها رو، که خب معمولا تو مدرسه خیلی سریعتر آشکار میشه، برای اینکه معلم زود میتونه بفهمه که بچه‌ای مثلا تمرکزش رو از دست داده، دیگه مثل سابق
درساشو خوب نمیخونه، حواسش سر کلاس نیست، یا رفتارهاش نسبت به همکلاسیاش عوض شده، یا گوشه گیرتر شده و با کسی بازی نمیکنه. به هر حال میشه راحت اگر یه مقدار آدم توجه نشون بده این تغییر رفتارا رو در واقع متوجه بشه، و طبعا تو همون گام های اول اگر که به این مسئله برسه، قبل از اینکه این خشونت مدام تکرار بشه و تاثیرات مخربش رو روی کودک گذاشته باشه، ما میتونیم جلوی این تاثیرات رو بگیریم. یا به عبارت دیگر تاثیرات چون دامنش هنوز گسترده نیست، با به اصطلاح درمان مناسب بتونیم آثار بد اون آسیب هایی که دیده در واقع به موقع از بین ببریم. طبیعیه که اگر مادر پدر متوجه نشن، که متاسفانه تو خیلی وقتا متوجه نمیشن، و خب طبق آمار خیلی از خشونت های بخصوص به اصطلاح از لحاظ تجاوزات جنسی که یا در واقع آزارهای جنسی که نسبت به کودکان انجام میشه در محیط خانواده است، خیلی وقتا مادرها هم حتی متوجه نمیشن، و زمانی این بچه ها بزرگ میشن، تازه وقتی بزرگ شدن اعتراضشون رو میکنن یا این مسئله رو آشکار میکنن، اون موقع دیگه یه مقدار دیره در واقع آثار این خشونتی که یا آزاری که این کودکان در دوران کودکی باهاش مواجه بودن گاهن تا آخر عمرشون باقی میمونه، و مسیر زندگیشون رو میتونه تو خیلی موارد و خیلی عرصه ها در آینده زندگیشون در واقع تغییر بده. سوال شده که آیا خشونت یکسان بر همه زنان تقریبا به یک نسبت تأثیر دارد؟ به نظرتان اینطور نیست که بعضی زنان با توجه به فاکتورهای مختلف بیشتر آسیب پذیر باشند؟ دقیقا همینطوره. در واقع به نظر من اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم که برای اینکه یه تصویر جامع تری داشته باشیم، شاید بشه گفت که آسیب پذیری در مقابل خشونت مثل آسیب پذیری در برابر بیماری هاست. شما باید خیلی وقتا پیشگیری بکنید تا اینکه دچار اون بیماری نشید. وقتی که دچار بیماری شدید درمانش گاهی وقتا خیلی مشکل تره. در رابطه با خشونت هم در واقع این آسیب پذیری طبعا با توجه به موقعیت زنان متفاوت میتونه باشه، با توجه به سطح سواد اونها، با توجه به موقعیت اقتصادیشون و حتی موقعیت شغلی و خانوادگیشون. طبعا زنانی که در موقعیت‌های مثلا بالای شغلی قرار دارن، درآمد بسیار بالا دارن و غیره، خیلی راحت‌تر میتونن مستقل باشن، بنابراین آسیب پذیریشون در مقابل خشونت به این معنی که چون اعتماد به نفس زیادی دارن و میدونن که میتونن در واقع بدون این خشونت ها هم یک زندگی آزادانه یا انتخاب بکنن، در واقع زیر بار خشونت ها نمیرن، یعنی به یک شکل خودشون رو کمتر در معرض این خشونت ها قرار میدن. ولی خب برعکس کسانی که در واقع همونجور که قبلا گفتم استقلال اقتصادی ندارن، شاید بیشتر از هر کس دیگه آسیب پذیر باشن، برای اینکه در رابطه با این خشونت هایی که نسبت به اونها اعمال میشه هیچ گونه مقاومت به اصطلاح پایداری هم نمیتونن داشته باشن به خاطر شرایط زندگیشون، یا اونهایی که به لحاظ فرهنگی از اول اینجوری بهشون گفته شده و اینجوری تربیت شدن که در واقع باید سکوت کنن و به قول معروف هیچ اعتراضی نکنن و در مقابل این آسیب ها نیستن، طبعا آسیب پذیرتر هستن، اونقدر این خشونت رو تحمل میکنن که دیگه یک زمانی براشون غیر قابل تحمل بشه. و خب ما مثال های زیادی رو که داریم از اینکه زنها خودکشی میکنن در واقع به خاطر اینه که هیچ راه حل دیگه‌ای برای مقابله با این خشونت نمیبینن. بنابراین طبعا این آسیب پذیری متفاوته و ما باید برای پیشگیری از این خشونت، برای اینکه به اصطلاح این آسیب پذیری و درجهش رو بیاریم پایین، سعی کنیم فاکتورهای دیگر رو طوری تغییر بدیم که زنها بتونن در مقابل خشونت‌های احتمالی که علیهشون اعمال خواهد شد بیشتر مقاوم باشن و اصلا امکان چنین خشونتی و یا اعمال خشونتی رو ندن. دو تا سوال شده که چون به هم شبیه، من سعی میکنم هر دوشو در یک جا پاسخ بدم. سوال اینه که دلایل خشن بودن بعضی مردان در قبال زنان چیست؟ و بعد اینکه گاهی فرد خشن در یک توضیح ساده میگوید که کنترل اعصاب خود را
برای لحظه ای از دست داده و خشونت اتفاق افتاده. آیا مسئله واقعا می تواند به همین سادگی باشد؟ به نظر من نه، البته خب من به لحاظ روانشناختی نمیتونم پاسخ بدم. طبعا میتونه شرایطی وجود داشته باشه که یک دلایل خاصی راجع به این باعث این مسئله بشه، من وارد اون نمیشم، ولی در رابطه با رفتارهای عمومی و اینکه بعضیا این خشونت خودشون رو با عصبانیت یک لحظه‌ای به اصطلاح توجیه میکنن، میتونم بگم که در واقع این قابل قبول نیست، به این دلیل که این خشونتی که صورت میگیره در لحظه، اگر مدت‌ها قبل فکر بهش نشده باشه، اگر توی ذهن فردی که این خشونت رو اعمال میکنه حک نشده باشه و نقش نبسته باشه، امکان نداره که در یک لحظه یک دفعه بروز بکنه. به عبارت دیگه مردایی رو میشه دید که در رابطه با زنایی که به نظرشون میرسه که از خودشون ضعیفتر هستن به اصطلاح این خشونت رو اعمال میکنن، ولی همون مردها اگر در شرایطی باشن که احساس کنن زنی که در مقابلشون هست مثلا رئیسشون باشه یا در موقعیتی باشه که جرأت این رو نداشته باشن که این خشونت رو نسبت بهش به اون زن اعمال کنن، قطعا این کار رو نمی کنن. من حتی توی کشورهای اروپایی بارها شاهد این بودم که وقتی یک مرد میخواست مثلا متلک بگه، اگر که یک زن خارجی از مقابلش رد میشد، به خودش این جرأت رو میداد که این متلک رو بده، برای اینکه فکر میکرد خب اون حتما توی یک کشور غریبه زیاد امکانات دفاع از خودش رو نداره، ولی وقتی که یک زن اروپایی از جلوش رد میشد کلن رفتارش تغییر میکرد. بنابراین این خودش یه مقدار بستگی به موقعیت زنان در مقابل مردان داره که به اونها این خشن بودن رو یا اجازه میده یا نمیده. مسئله دیگه اینه که خب خیلی ها در واقع توی خانواده خودشون اصولا اولین رفتارهایی که دیدن اگر خشونت بوده، خشونت پدران نسبت به مادرانشون یا خواهر برادرای بزرگتر به بچه های کوچکتر، یا در مدرسه اگر معلم نسبت به شاگرد که اونها بودن دانش آموز بودن خشونت اعمال کرده، طبعا اینها توی ذهنشون حک شده و یاد میگیرن و خب این رو در شرایط بعدی اعمال میکنن. من حداقل تو تجربه شخصی میگم به لحاظ روانشناختی خب باید این رو از کسانی پرسید که آماری و کار تحقیقی تو این زمینه کردن، اما به لحاظ تجربه شخصیم کمتر دیدم کسی که خودش مورد محبت قرار گرفته و بعداً خشونت اعمال کرده نسبت به بقیه، و خب برعکس خیلی ها که نسبت به بقیه خشونت اعمال کردن معمولا خودشون هم در کودکی مورد خشونت واقع شدن. و بنابراین یکی از کارهای مهمی که باید کرد برای اینکه این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه اینه که از یک جایی به خصوص در رابطه با کودکان جلوی اون گرفته بشه. سوال شده که در رابطه با خشونت خانگی بعضی به سادگی اون رو حریم خصوصی مربوط میکنن و چشم بر اون میبندن. لزوم تصویب قانون محکم برای نظارت بر رعایت حقوق زنان و کودکان در خانواده رو چگونه میبینید؟ اونچه که مسلمه خشونت خانگی به هیچ وجه یک مسئله خصوصی نیست و فقط هم به چهارچوب یا حریم خصوصی مربوط نمیشه. همونطور که گفتم در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی اگر همسایه ها متوجه بشن که شوهری علیه فرزندانش یا شوهری علیه زنش یا پدری علیه فرزندانش یا حتی اگر مادری علیه فرزندانش خشونت به خرج میده، حتما اون رو به مقامات مربوطه گزارش میکنند و حتی اگر پدر و مادر هر دو مشترکن این خشونت رو نسبت به کودکشون روا دارن، دولت اون بچه ها رو از اونها میگیره و به خانه های امن، به خانه سازمان های جوانان و غیره میسپره تا اینکه تربیت اونها رو به عهده بگیرن و اونها رو از این چرخه خشونت خارج میکنن. بنابراین اصلا یک مسئله خصوصی نیست، چرا که رفتاری که با زن یا با کودک در محیط خانه میشه و تأثیرات اون خشونت فقط در چهار دیواری اون خانه محدود نمیمونه. ما میدونیم که این زنان یا کودکانی که بهشون خشونت میشه
فردا میرن توی جامعه، اون کودک فردا میره توی مدرسه و خب طبعا توی اونجا توی به اصطلاح رفتارشون، توی نحوه تحصیلشون، توی شغلشون اگر شاغل باشه زن، و به هر حال رفتار اجتماعی اونها رو کاملا تحت تاثیر قرار میده و چه بسا حتی دل و جرأت اونها رو برای حضور اجتماعی کم بکنه این خشونت، و در نتیجه امکان رشدشون رو در سطح جامعه محدود بکنه. بنابراین تبعاتش برای جامعه نه فقط تبعات اجتماعیش، بلکه حتی تبعات اقتصادیش هم بسیار زیاده، چرا که بسیاری از این زنها و کودکان که تحت چنین خشونتهایی در چهار دیواری خانه واقع میشن، در زندگی آیندهشون کمتر میتونن رشد کنن، کمتر میتونن به شغلهای بالا برسن و در نتیجه به لحاظ اقتصادی هم یک ضرری به اجتماع وارد خواهد شد. ولی خب مهمترین مسئله اینه که توی شخصیت خود اون افراد چه آسیب‌هایی پا بر جا میمونه که باز میتونن منتقل کنن به بقیه کسانی که به هر حال دور و برشون هست. سوال شده که به نظر شما چه راهکارهایی برای کم کردن خشونت‌های خانگی ناشی از قرنطینه کرونا وجود داره؟ خب طبعا این خشونت‌های خانگی متفاوته. اگر نسبت به بچه‌ها باشه، شاید یکی از بهترین راهکارها که خب در بسیاری از کشورها هم تلاش میشه در حال حاضر انجام بشه اینه که حداقل مدارس رو، مدارس به خصوص ابتدایی رو تعطیل نکنن، کودکستان‌ها رو تعطیل نکنن تا بچه پدر و مادرها بتونن همچنان بچه‌های خودشون رو به مدرسه بفرستن یا به کودکستان و بتونن خودشون در واقع به روال عادی زندگیشون، به شغلشون ادامه بدن. ولی خب میدونیم که در بعضی جاها که وقتی که به خصوص پاندمی کرونا شدت گرفته، مجبور شدن که همه جا رو از جمله مدارس رو هم و کودکستان ها رو هم تعطیل کنن. بنابراین به طور اجباری خانواده توی یک مکان محدود، برای حالا حتی اگر شده یک زمان محدود، با همدیگه مجبور سر بکنه. و خب طبعا دیده میشه اونجاهایی که پدر و مادرها امکانات بیشتری دارن، امکانات مالی بیشتری دارن، خونه های بزرگتری دارن و غم نان هم ندارن، خب این بچه ها باز راحت تر میتونن تو اون محیط زندگی کنن. طبعا برای کسانی که زندگی اقتصادشون تحت فشاره و حتی خودشون در دوران کرونا مجبور میشن که برن بیرون کار کنن یا حتی بیکار میشن و امکان اینو که اصلا دست به شغلی بزنن ندارن و درآمدشون پایین میاد، همه ناراحتی ها و فشار روحی روانی ناشی از این میتونه باعث بشه که در واقع خشونت ها توی خانواده نسبت به همسر و بچه ها فزونی بگیره. بنابراین یکی از راهکارها هم میتونه این باشه کسانی رو که با بیکاری های ناشی از کرونا مواجه میشن، به لحاظ مالی از طرف دولت در واقع حمایت کرد تا مشکلاتشون چند وجهی نشه. مسئله دیگه اینه که خب خیلی وقتا در زمانی که الان از وقتی کرونا شده، پدر و مادرهایی که شاغلن و مجبورن توی خونه کارشون رو انجام بدن، در کنار کارشون مجبورن خب به بچه داری و غیره هم بپردازن و خب البته بعضی از شرکت‌ها یا صاحبان کار اونها رو برای یک همچین شرایطی باهاشون یک قراردادهای خاصی می‌بندن که مثلا ساعت کمتری کار کنن یا بتونه حتی مرخصی استعلاجی با حقوق بگیرن. اینها هم راهکارهایی که میتونه از فشار که به اصطلاح خانواده‌ها میاد کم بکنه و راهی باشه برای کم کردن خشونت‌های خانوادگی. سوال شده که به نظر شما در عمل چگونه میتوان با خشونت در حرکت‌های روزمره در محیط‌های کار مقابله کرد؟ به طور مثال رئیس یا کارمند بالا رتبه‌ای که بر روی زن همکار یا زیر دستش داد میزند یا بد اخلاقی میکند. خب این که اولا محیط کار آدم کجا باشه خیلی تعیین کننده است، حداقل توی بسیاری از این کشورهایی که من تجربهشو دارم، توی
کارگاه‌ها یا شرکت‌هایی که از یک تعداد کارمنداشون بیشتر باشه، اونها سندیکا دارن و یکی از وظایف سندیکا هم دفاع از حقوق کارمندان یا کارگرانه. و خب در چنین شرکت‌هایی یا چنین کارخونه‌هایی، اگر که چنین رئیسی، حالا فرق نمی‌کنه خشونت در رابطه با یک کارمند زن یا مرد انجام بده، حتما میتونن این سندیکاها از حقوقش دفاع کنن، میتونه اونجا شکایت بکنه و به حقوقش برسه. در بعضی از شرکت ها یا کارخونه ها حتی پزشک های روانشناسی هستن که در ماه چند ساعتی رو در اونجا حضور دارن و اگر کسی احساس کنه که در محیط کار بهش در واقع خشونت روا میشه، حتما میتونه به اون مراجعه کنه و از مشاوره پزشکی هم برخوردار بشه. اما اینکه حالا در ایران چجوری با این مسئله برخورد میشه، خب متاسفانه از اونجایی که خیلی از شرکت ها اصولا از داشتن سندیکا ها محروم هستن، قطعا چنین امکانی وجود نداره. به علاوه با توجه به یک به اصطلاح سیستم مرد سالار و فرهنگ مرد سالاری که وجود داره و با توجه به اینکه بسیاری از سندیکا هایی هم که هستن وابسته به حکومت هستن، در نتیجه خیلی خیلی بعیده که بشه از این سندیکاها چنین انتظاراتی رو داشت که حتما بخوان از حقوق حالا یا زن یا مردی که نسبت بهش خشونت شده دفاع بکنن. ولی خب با این حال توصیه‌ای که میشه کرد اینه که تا حد امکان در اون شرکت‌ها یا کارخونه‌هایی که چنین سندیکاهایی وجود نداره، این سندیکاها رو ایجاد کرد و تلاش کرد که از حقوق کارمندان و کارگران دفاع بشه. و خب یکی از حقوق اونها هم اینه که رفتاری که باشون میشه رفتار انسانی باشه و خشونتی در این محیط ها به اصطلاح در کار نباشه. به علاوه من تجربه شخصی خودم که خب توی شرکت های بزرگ همیشه کار کردم، این خشونت همیشه الزاماً از طرف مردان نیست، میتونه از طرف یک همکار زن هم باشه و بنابراین خیلی وقتا رقابت های کاری باعث میشه که کسی برای اینکه یک وسیله موقعیت بهتری رو به دست بیاره نسبت به کسی که فکر میکنه رقیبشه، نسبت به همکارش خشونت حالا یا کلامی یا به اشکال دیگه ابراز بکنه، که خب این هم از دلایلش میتونه باشه. ولی به هر حال تمام اینا راهکارهایی که میشه باهاش مقابله کرد علاوه بر سندیکا، اینه که با همکارانی که میتونن کمک بکنن تو این زمینه آدم صحبت کنه، تلاش کنه که به اصطلاح حمایت اونها رو هم به دست بیاره و بتونه با کمک اونها این مشکل رو برطرف کنه. سوال شده که در تاریخ زمانی بود که زنها مسئول خانواده بودند، چگونه این اوضاع برعکس شد؟ درسته، خب اونجور که تجربه تاریخی نشون میده، در بسیاری از جوامع بشری یک دورهای کوتاهی از زن سالاری ما تجربه کردیم و خب اون دورانی بود که مردها به شکار می رفتن و زنها در خانه همه امور رو در واقع بر عهده داشتن. ولی از زمانی که کم کم کشاورزی به وجود اومد و رشد کرد و مردها هم بیشتر اوقاتشون رو در محیط خونه و محل زندگیشون به سر می بردن، کم کم مدیریت کارهای خونه و بیرون به مردها منتقل شد و خب با رشد جوامع بشری که دلایل خیلی بیشتری هم حالا میشه براش قطعا برشمرد، کم کم این زن سالاری دوره کوتاه خودش رو پایان داد و ما وارد دوره های مرد سالاری شدیم که البته دوره حیاتش خیلی خیلی طولانی تره. تنها میشه گفت که از قرون 16-17 که دوباره کانونای شهری صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی شکل گرفتن و خب نیروی کار ارزان زنان و همینطور کودکان البته خیلی مورد نیاز بود، باعث شد که زنان هم کم کم به صحنه کار برگردن و خب کم کم بتونن به لحاظ اقتصادی هم روی پای خودشون بایستن و کم کم بتونن طلب حق و حقوق خودشونو بکنن. البته خب همونجور که میدونیم حق رأی زنان در بسیاری از کشورها تاریخچش بیشتر از 100 سال نیست، چه بسا در خیلی از کشورها کمتر هم هست و خب همین نداشتن حق رأی برای زنان اونها رو از خیلی از حقوق دیگه از جمله حقوقی که مربوط به
دخالت در امور سیاسی و تصمیم گیری جوامع میشه محروم کرده و خب این خودش یکی از دلایلیه که اونها رو همیشه به عنوان یک بخش از جامعه فرودست تبدیل کرده و در واقع مردها رو به عنوان کسانی که سرنوشت زنان رو تو خیلی از زمینه ها تعریف میکنن. اما به نظر من با توجه به اونچه که در چندین دهه اخیر ما مشاهده میکنیم، با توجه به اینکه میزان مشارکت سیاسی زنان هم در بسیاری از کشورهای جهان بالا رفته و حتی به لحاظ اقتصادی مدیریت شرکت‌های خیلی بزرگ اقتصادی در خیلی از کشورها به دست زنان، خیلی از نهادهای بین‌المللی حتی توسط زنان ریاست میشن، میشه خوشبینانه گفت که این روند میتونه تا حدودی تغییر پیدا کنه و قطعا توی خیلی از خانواده ها همون جور که همون نقشی رو که مردان برای مدیریت خانه دارن زنها هم میتونن داشته باشن و خب الان هم در بسیاری از کشورهای پیشرفته تر زنان حقوق برابر با مردان دارن در رابطه با اداره خانواده، حتی اگر که جدا بشن در خیلی از موارد بچه ها به اونها داده میشن و خب قطعا همین باعث میشه که این تغییر رولی که به اصطلاح زنها داشتن کم کم دوباره به یک حالت برابر و عادی برگرده و خب این هم باز به خودی خود تأثیرش رو به این شکل میذاره که وقتی بچه هایی بزرگ میشن و میبینن توی شکل تو خانواده خودشون پدر سالاری وجود نداشته، قطعا اونها هم نمیتونن مرد سالاری رو در حیطه جامعه تحمل کنن، در مقابلش وای میستن و خب به این ترتیب کم کم میتونیم امیدوار باشیم که این فرهنگ رخت بربنده. سوال شده که غیر از مسائل بیولوژیک زن همتراز مرد است، بهتر نیست این همترازی را محور قرار دهیم؟ طبعا همینطوره و خب به نظر من مسئله بیولوژیک هم کم کم رنگ میبازه وقتی که مسائل دیگه مهمتر میشن. خب وقتی که زنا به لحاظ دانششون سوادشون همتراز مردان بشن، بتونن خیلی از مشاغل رو مثل مردان و یا در مواردی حتی بهتر از اونها داشته باشن، بتونن به لحاظ اقتصادی روی پای خودشون باشن و مستقل بشن، بتونن توی حیطه‌های سیاست مشارکت فعال داشته باشن، قطعا میتونن با اونها همتراز هم باشن. ما اگر به کشور خودمون نگاه کنیم میبینیم که خب به لحاظ سواد و میزان تحصیلات حتی دانشگاهی توی مقاطعی حتی ما شاهد این بودیم که دانشجویان زن بیشتر بودن، فارغ التحصیلان زن بیشتر بودن و خب اگر یک محیط عادی و امکانات برابر برای به اصطلاح شرکت در جامعه و گرفتن مشاغل و غیره موجود بود، قطعا وضعیت زنان در کشور ما هم طور دیگه‌ای بود. منتها خب قوانین مرد سالارانه و قوانینی که بعضا بر اساس به اصطلاح مذهب در رابطه با زنان و زنان جامعه طرح شده، امکان این رو که در واقع اونها بتونن یک همترازی رو با مردان داشته باشن تو خیلی زمینه ها ازشون میگیره. یعنی تبعیض جنسیتی که علیه زنان در واقع روا میشه، این امکان رو بهشون نمیده که بتونن از این همترازی استفاده کنن، که خب با تغییر قوانین توی این زمینه میشه راه رو برای این مسئله خیلی بهتر باز کرد. سوال شده که آیا این درست است که نگاه تحقیرآمیز به زن مربوط به فرماسیون های قبل از سرمایه‌داری است و در نظام سرمایه‌داری کم کم این نگاه از بین می رود؟ به نظر من اصلا اینطور نیست و طبیعیه که در سایه رشد زنان، در سایه رشد در واقع سواد اونها و اینکه تونستن مشارکت سیاسی رو در بسیاری از کشورها تا حدی به دست بیارن، نوع نگاه به زن هم تغییر کرده، ولی این به این معنی نیست که حتما در نظام سرمایه‌داری این نگاه خود به خود از بین میره. برعکس ما میبینیم که توی کشورهایی که اتفاقا به لحاظ سرمایه‌داری خیلی پیشرفته هستن، از جمله همین آمریکا رو اگر مثال بزنیم، تا به حال یک رئیس جمهور زن هم حتی نداشته، با اینکه خب اونجا سالهای ساله که نظام جمهوری برقرار هست.
و برعکس توی کشورهایی که اتفاقا یک دوره‌ای به هر حال چندین ساله که چندان هم کوتاه نبود، کشورهای با نظام سوسیالیستی در اونجا، از اونجایی که به برابری زن و مرد معتقد بودن، حالا طبعا فرهنگای متفاوت هم از این برابری برداشت های متفاوت داشتن، ولی در مجموع ما میبینیم که اتفاقا اونجاست که این نگاه تحقیرآمیز به زن کم کم تغییر پیدا میکنه و ما مثلا در کشور شوروی بیشترین تعداد پزشک زن رو داشتیم. توی خیلی زمینه ها زنان خیلی رشد تونستن بکنن در اون کشورها، و توی کشورهای بلوک شرق هم میبینیم که به هر حال نقششون در جامعه خیلی خیلی بیشتر و پررنگتر بود. و البته خب نباید یادمون بره که بعد از فروپاشی این کشورها تا حدودی شاید این قضیه تونست دوباره تغییر پیدا کنه، اما در مجموع اگر بخوایم بگیم، به نظر من به مسئله سرمایه‌داری نتونست در واقع این مشکل رو حل بکنه. همونجوری که میبینیم و گفتم توی خیلی از کشورها حتی با اینکه سهم زنان در مجلسشون مثلا بالاست و غیره، ولی توی موقعیت‌های کلیدی زنان هنوز وجود ندارن یا کم نقش هستن، و خب توی این زمینه باید خیلی مبارزه کنن. هنوزم که هنوز حتی در کشورهای اروپایی مثل اتریش حقوق، یعنی درآمد زنان از مشاغل مساوی، در مواردی نزدیک 20% یا 30% از مردان کمتره. بنابراین به لحاظ اقتصادی هم به اونها تبعیض در حقشون روا میشه و در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارن، و خب این هم ناشی از همون نگاه تحقیرآمیزه که فکر میکنه که در واقع کسی که در واقع نانآور خانه هست یک مرد، و زن چون نانآور خانه نیست نیازی هم نیست که حقوق و درآمد بالا داشته باشه. سوال شده که چقدر این کمپین های علیه خشونت میتواند مؤثر باشد؟ آیا بهتر نیست که به آموزش تکیه کنیم تا این کمپین ها؟ به نظر من هر کدوم اینها جای خودش رو داره، هم آموزش قطعا لازم هست و مؤثر، و همین کمپین های علیه خشونت. در واقع این کمپین ها یک برآمد هایی هستند که در روزهای مشخصی به شکل می گیرن و در یک توجه همگانی رو نسبت به یک موضوع در واقع برمی انگیزن، و قطعا خیلی ها که به طور عادی شاید در شرایطی نباشن که از این آموزش ها بهره مند بشن، یا اینکه مسئله شون نباشه، یا در واقع هیچ وقت سر راهشون موضوعی قرار نگیره که مجبور بشن با این موضوعات در واقع تماس برقرار کنن، این کمپین ها باعث میشه که برای اینجور آدم ها هم در واقع این مسائل بیاد خودشون نشون بده. و خب حتی من اگه بخوام مثال بزنم، چون تو یکی از سوال ها هم بود، روز 17 می که در واقع روزی هست که برای دگر باشان جنسی هست، خیلی هاشون میان تظاهرات میکنن، و خب توی این روز برای خیلی ها که شاید برای اولین بار باشه با این موضوع برخورد میکنن، این سوال پیش میاد. خب اونجا هم تراکت پخش میکنن، اعلامیه میدن، صحبت میکنن و زوایایی رو مطرح میکنن که شاید یه آدم قبلا بهش فکر نکرده، باش برخورد نکرده. در رابطه با ایران قطعا این کمپین ها مثل کمپین ضد سنگسار یا کمپینی که در واقع کمپین 1,000,000 امضا بود برای تغییر قوانین، تونست خیلی خیلی تأثیر بذاره، به خصوص که راهکارهایی که این کمپین ها پیش گرفته بودن، از جمله کمپین 1,000,000 امضا که در واقع تلاش میکرد توی یک رابطه چهره به چهره مسئله خشونت علیه زنان رو، تبعیض علیه زنان رو توضیح بده برای زنان دیگه، و در واقع میرفت تا حتی در خونه اون خانواده ها و با زنانشون صحبت میکرد، طبعا تونست تأثیر خودش رو بگذاره. درسته که بخشی از این آموزش بود، ولی قطعا اگر این کمپین ها وجود نداشتن، شاید بهانه و سببی برای بردن این آموزش در یک موقعیت، در یک مقطع زمانی به خصوص با یک پیام مشخص وجود نمی داشت.
ابزار شده که این واضح است که تربیت کودکان حتی تا مقطع پایان دبستان برای کودک راحت تر است. آیا می شود گفت که این نوع نگاه ها ارزی است و می تواند تغییر کند از نگاه خشونت ورزی و خشونت پذیری که ناشی از تربیت افراد است؟ البته قطعا اینجوری که خب شخصیت بچه توی همون چند سال اول زندگیش، اونطور که روانکاوان میگن در 3 سال اول زندگیش هسته اصلی شخصیت بچه شکل میگیره و بعد هم بیشترین چیزهایی که در زندگیش یاد میگیره تا حدوداً 7 سالگی. حالا خب البته اینها هم تئوری هایی که میتونه تغییر پیدا بکنه، میتونه نظر روانشناسان مختلف فرق بکنه، ولی اونچه که مسلمه به نظر من علارغم اینکه این مسئله وجود داره که شخصیت اصلی انسان ها در دوران کودکیشون شکل میگیره، ولی به این معنی نیست که این شخصیت به هیچ وجه دیگه در سنین بعدی قابل تغییر نیست. ما میبینیم که خیلی از به خصوص کسی که خودش توی یک جامعه ای وارد میشه و توی اون جامعه جدید با یک فرهنگ کاملا بیگانه مواجه هست، بسیاری از پناهندگان، ما میبینیم که خب اینها وقتی وارد این جامعه میشن با فرهنگ های خودشون میان. خیلی هاشون هم خب تا سالها اون فرهنگ ها رو با خودشون حمل میکنن و دچار تناقضاتی میشن، اما به تدریج یاد میگیرن که یک جوری با محیط جدید زندگیشون در واقع کنار بیان، نه به این معنی که الزاماً فرهنگ خودشون رو کنار بذارن، بلکه بتونن در واقع این زندگی دوگانه رو به شکلی بپذیرن که با ضمن حفظ فرهنگ خودشون اگر نکاتی هست که براشون دیگه بیمعنی دیده میشه اونا رو بذارن کنار و خب با از فرهنگ جدیدم آموزش هایی رو بگیرن. بنابراین یادگیری گرچه تو سنین بالاتر شاید مشکل تر بشه، ولی غیر ممکن نیست. حتی زبان هم که آدم بخواد یاد بگیره خب تو سنین کودکی خیلی راحت تر میشه یاد گرفت تا سنین بزرگسالی، ولی به این معنی نیست که توی سنین بزرگسالی نمیشه این کار کرد. روش هایی ولی خب خاص خودشو داره که باید کسانی که تو این امور به اصطلاح وارد هستن و تعلیم دیدن این مسئله رو به عهده بگیرن. و خب به خصوص اگر ما ببینیم جامعه ای که هر روز متوسط سنش بالا میره و خب در بعضی از جوامع اروپایی یا مرفه‌تر تا حتی 83-84 سال هم به عنوان متوسط سن الان دیده میشه، چیزی که در 10 سال یا 20 سال آینده باز هم بالاتر خواهد رفت، بنابراین ما باید بدونیم که راههایی رو باید پیدا کنیم که حتی در سنین بالاتر هم انسانها قابل آموزش باشن. این مسئله در زمینه اقتصادی هم هست که سعی میکنن وقتی کسی مثلا در سن 50 یا 60 سالگی حتی کارش رو از دست داد، الان یک به اصطلاح شکل جدید مواجهه با این مسئله اینه که حتی تو سنین بالا هم به اونها آموزش‌های جدید بدن تا بتونن برن وارد مشاغل جدید بشن و تا اونجایی که ممکنه اینا رو به اصطلاح تو بازار کار حذف کنن. بنابراین کسی که بتونه این چیزا رو آموزش ببینه قطعا رفتار اجتماعیش رو هم میتونه تغییر بده و میشه در رابطه با خشونت هم باهاش کار کرد و تو این زمینه هم در واقع تربیت کرد. سوال شده که نقش ارگان‌های حاکمیت در اعمال فشار بر زنان میهن چقدر میباشد و عدم مقاومت زنان و تمکین تاثیرگذار میباشد؟ قطعاً ارگان‌های حاکمیت بیشترین نقش رو در اعمال فشار بر زنان دارن، از اونجایی که اولاً اونها قانون‌گذارن و قوانینی رو که در رابطه با زنان بوده به شکلی تغییر دادن که همه اونها علیه زنان باشه و هر روز هم قوانین جدیدی رو تلاش میکنن که علیه زنان به اصطلاح تصویب بکنن و اجرایی بکنن و بنابراین بیشترین نقش رو میشه گفت در تبعیضی که بر زنان ما امروز میره همون قوانین حکومتی داره، که خب حتی بعضی از قوانین مثبتی رو هم که در رژیم گذشته زنان تونسته بودن در اثر مبارزات بسیار زیاد خودشون به دست بیارن اونها رو هم تغییر دادن، از جمله در رابطه با خانواده، و تونستن که اعمال فشار زیادی بر زنان کنن. اینکه عدم مقاومت زنان و تمکین تاثیرگذار میباشه قطعا اینطور هست، ولی خوشبختانه در کشور ما
ما از همون فردای سر کار اومدن جمهوری اسلامی شاهد این بودیم که زنان ما مقاومت بسیار شجاعانه ای در رابطه با اولین قانون، تغییر قانونی که در به اصطلاح برای گذاشتن حجاب اجباری بود علیه اونها، چه مقاومت جانانه و شجاعانه ای رو به خرج دادن، اومدن روزها تظاهرات کردن و بعد با سرکوب شدید از خیابانها رفتن بیرون. و خب بعد از اون هم مدام ما شاهد این هستیم که کمپین های مختلف زنان در واقع توی ایران سازمان میدن، توی از طریق نهادهای مدنی که درست کردن تو زمینه های مختلف فعالیت میکنن، از سوادآموزی زنان و کودکان گرفته تا تلاش هایی که توی صحبت های قبلی نمونه هاشو مثال زدن توی کمپین های مختلفشون. و خب توی سالهای اخیرم ما دیدیم که دوباره این دختران انقلاب با حرکتی که کردن برای اینکه حجابشون رو کنار بذارن چقدر تونستن در واقع مقاومت کنن علیه این حجاب اجباری، علارغم اینکه حتی زندانهای بالای 20 سال به خیلی از اونها داده شده، علارغم اینکه بارها دستگیر شدن، به بازداشت شدن، به زندان رفتن و اونجا تحت شکنجه‌های روانی و فیزیکی قرار گرفتن، ولی همچنان مقاومت میکنن و تلاش میکنن که این تمکین رو نکنن. در رابطه با خشونتی که در واقع و فشاری که به زنان میره گفتم، خب طبعا با توجه به محدودیت های فرهنگی، محدودیت های اجتماعی و اقتصادی در جاهایی هم هست که زنان مجبور میشن تمکین کنن و هر جا که خب تمکین کردن نتیجهش این بوده که اعمال فشار و خشونت عمیق‌تر شده. بنابراین تنها راهی که بشه رها شد از این اعمال فشار و خشونت نه تنها فقط تغییر قوانینه، بلکه اینکه زنها در هر چارچوبی که هستن، حتی در چارچوب خانواده خودشون تلاش کنن که علیه هر گونه بی‌عدالتی، فشار و خشونتی که علیه اونها روا میشه بایستن و اجازه ندن که در حقشون چنین اعمالی انجام بشه. سوال شده که با توجه به امکانات و منابع هرچند خرد و جز که توسط NGO ها در کشورمان ایران قابل دسترسی است و می توانند تا حدودی جهت کمک به کودکان مؤثر کودکان کار مؤثر باشند، کاربران اتاق می توانند با کمک های هرچند جزئی مالی در این عرصه فعال باشند. لطفاً در این رابطه کمی توضیح دهید. خب به نظر منم به خصوص در شرایطی که دولت و حکومت در رابطه با کودکان کار هیچ فعالیت درخوری رو نمی کنه و در واقع حمایتی ازشون نمی کنه و خب قوانینی هم که میذاره در عمل متاسفانه به جای اینکه دفاع از کودکان کار باشه در این مسیر هست که اونها رو فقط از خیابونها جمع بکنن ولی مشکلاتشون رو به هیچ وجه حل نکنن، طبیعیه که هر کمکی که به این کودکان بشه میتونه برای سرنوشت تک تک اونها مؤثر باشه. خب کاربران اتاق هم قطعا میتونن هر کدومشون به عنوان یک فرد تو این زمینه فعال باشن و کمک‌های مالی رو بکنن، منتها خب مهم اینه که این کمک‌های مالی در واقع به اون نهادهای مدنی بشه که واقعا تو این زمینه به طور مؤثر کار میکنن. و خب اگر که کسی چنین نهادهای مدنی رو سراغ نداشته باشه شاید بتونه به شکل فردی این کمک رو بکنه، ولی خب باید خیلی دقت کرد که این مسئله ابعاد و تأثیرات منفی رو به بار نیاره، به این معنی که اون کودکان در واقع به شکل خودشون تصور نکنن که دارن گدایی میکنن و این در حدش به اصطلاح حق اونها صدقه داده میشه. این خیلی مهمه که این کار به شکل کاملا ظریف و حساب شده انجام بشه. علاوه بر این من فکر میکنم شاید مهمتر از اون کمک های مالی چیزی که برای این بچه ها امروز اهمیت داره اون حمایت های عاطفیه که به هیچ وجه از اونها برخوردار نیستن. این کودکان کار که اکثرا حتی محل ثابتی برای زندگی هم ندارن، خانواده هاشون شدیداً تحت فشار هستن به لحاظ مالی، به لحاظ اجتماعی، بعضی از اونها پدر و مادرهاشون حتی معتاد هستن، اصلا نمیتونن از این بچه ها
مراقبت کنن و اون تربیت و آموزش لازم رو در واقع به بچه ها بدن. خیلی وقتا اگر کسی امکان کمک مالی رو هم نداشته باشه، میتونه با کمک های دیگه این کودکان رو حمایت کنه. حتی همین که 1 ساعت بهشون آموزش بده، 1 ساعت باشون بره بازی بکنه، تفریح بکنه و به اینها نشون بده که زندگی فقط کار توی خیابون و گشتن آشغال نیست، دنبال آشغال نیست، بلکه زندگی میتونه چهره زیبایی هم داشته باشه و این کودکان رو حتی اگر شده ساعاتی به زندگی کودکی خودشون برگردونه و این امید رو در اونها ایجاد کنه که این زندگی سختی که دارن میتونه یک زمانی تموم بشه. در این رابطه خوبه که من به یک تجربه که اینجا در کشور اتریش که زندگی میکنم به اصطلاح اشاره کنم و اون اینه که در دوران دانشجوییم توی یک پروژه شرکت داشتم که از طرف دانشگاه و بخشی از به اصطلاح شرکت‌های تولید مواد غذایی و کاریتاس که یک مرکز مذهبی برای در واقع مرکز کلیسایی که در این حال خیلی کمک‌های مادی و معنوی هم به مردم می‌کنه، توی این پروژه مشترک به اصطلاح شرکت داشتم و این پروژه به این شکل بود که در واقع اون شرکت هایی که مواد غذایی تولید می کردن یک سرمایه و بودجه خاصی رو در اختیار ما گذاشته بودن و اون نهاد مذهبی یعنی کاریتاس هم محل هایی که داشت، اینا کلیسه هایی که دارن توش اتاق های مختلف دارن که از جمله برای آموزش میشه ازش استفاده کرد و به اصطلاح ما می رفتیم اونجا به کودکان پناهنده و کودکانی که بچه های فقیری بودن که خانواده هاشون امکان اینو نداشتن که مثلا معلم سرخونه براشون بگیرن، به اونها درس می دادیم. در واقع محلش از یک طرف بود، بودجش از یک طرف و درس دادنش هم توسط دانشگاه توی از دانشجوهایی که به طور داوطلبانه اقدام به این کار می کردن و خب یه بودجه خیلی کمی هم به هر دانشجو میدادن که اون بودجه رو برای اون بچه ها خرج میکرد، به این معنی که مثلا باشون میرفت یک بار غذا میخورد، وسایل بازی یا نقاشی براشون میخرد، یه بار باشون میرفتیم موزه. و من خودم تجربه بسیار مثبتی رو توی اون 1 سالی که این پروژه رو باشون انجام دادم داشتم. حتی با کسانی که مثلا برنامه هنری ایجاد میکردیم، یک هفته جایی رفتیم که به این بچه ها آموزش رقص داده می شد، در این اینکه یک هفته حالت مسافرت و اردو بودیم همه با هم. و خب وقتی آدم چهره های شاد این بچه ها رو می دید و این لذتی رو که از این توجه هرچند زمانش بسیار کوتاه بود می بردن، خیلی نشون می داد که واقعا چقدر هر اقدام کوچیکم می تونه مؤثر باشه و تأثیرات خودش رو در زندگی تک تک اون بچه ها بذاره. خب فکر میکنم کم کم به پایان برنامه میرسیم. قبل از همه میخواستم از دوستانی که این برنامه رو امروز ترتیب دادن تشکر کنم، زحمات زیادتون رو و ممنون از امکانی که در اختیار من گذاشتید. همچنین از تمام دوستانی که در اتاق حاضر بودن و به صحبت‌های من گوش دادن و سوالات بسیار مفیدی رو طرح کردن ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که با همفکری و همکاری هم بتونیم در آینده هرچند گام‌های کوچکی رو برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در کشورمون به طور مشترک برداریم. شب و روز رو هر جا که هستید بهتون خوش میگم و امیدوارم که به دور از کرونا اوقات خوشی رو در پیش داشته باشید. وقت خوش. ضمن تشکر از شما دوستان و همراهان عزیز، از رفیق فرزانه عزیز که وقتشون رو در اختیارمون گذاشتن تشکر میکنم. امیدوارم گفتگوی امروز ما اطلاعات رو در زمینه خشونت علیه زنان و کودکان بیشتر کرده باشه و همینطور انگیزه ما رو برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان بیشتر کرده باشه. با آرزوی جهانی با برابری و بدون خشونت
روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.